با درود بیکران، بار دیگر با شما هستیم در میزه گرد پادیوان از اندیشکده پارسی خود. من آبیهای رحیمی این هفته میزبان دو دوست ارجمند آقای ساگینیان از شیکاگو هستم. خوش آمدید به برنامه ما آقای ساگینیان. سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای چمنارا، خوش آمدید به برنامه ما. درود بر شما. آنچه که مطرح میشه در اصل اپوزیسیون هست و اپوزیسیون راستین، آنطور که علیا جوامردی به هر حال روزنامه‌نگار برجسته که به هر حال آنچه که گفته شد که کاخ سفید از اپوزیسیون ایرانی دعوت کرده بود در جورج واشنگتن که شرکت بشویان و درباره فردای ایران صحبت بکنن، به هر حال دوستان عزیزی رو ما داشتیم که در آنجا بودن و خواستیم جدا شخصا بشنویم از آنچه که بوده. و در وهله اول ما اپوزیسیون داریم، هر پوزیسیونی اپوزیسیون داره و هر اپوزیسیونی نیز اپوزیسیون نما داره، و اینی که صحبت از کمپوزیسیون میشه و اینی که جدا اپوزیسیون راستین به چه گونه عمل کردش در از 40 سال به چه گونه بوده. از طرف دیگه مبحث دوم موازی سازی هستش که ما بیش از 30,000 به هر حال عوامل جمهوری اسلامی داریم که در کشورهای اروپایی اینها از آمریکا گرفته یا اروپا دارای تابعیت مضاعف هستند، و شما 30,000 نفر رو در نظر بگیرید، 10 کشور اروپایی هر کدومشون 3,000 تا باشن، در هر یکی از شهرها میتونن 1,000 تا از این افراد باشن، از خبرچین گرفته چه افراد نفوذی که در تخریب اپوزیسیون در تبعید میتونن سهم بسزایی داشته باشن، همینطور در موازی سازی و اینی که به هر حال تخریب چهره خاندان پهلوی به هر گونه ای رو بر رسانه گروهی در اختیار ها گذاشته شده. به هر حال نظر این دو دوست رو ما میپرسیم در این برنامه. جناب آقای ساگینیان، نظر شما درباره اپوزیسیون راستین و به چه گونه ما میتونیم اپوزیسیون رو بیان و شاخص هایی که میتونیم درک بکنیم که جدن تا چند اندازه این افراد اون گفتمان که دارند رو بر منافع ملی قرار میدن، یا اینکه جدا عواملی هستن برای تخریب آمدن در موازی سازی در خارج از کشور. جناب آقای ساگینیان بفرمایید. شوربختانه ما واژه اپوزیسیون رو بدون اینکه معنی کمی بر این واژه داشته باشیم به کار میبریم، و بدون اینکه ماهیت خود کاری که اپوزیسیون باشه بکنه دربارش ایده‌ای داشته باشیم. ما هنوز به اون تربیتی که لازم هست نداریم. در زمان شاه، در تمام دوران اون و پدر اون، تنها سازمانی که در ایران جدن به صورت حزب کار میکرد و سکویی داشت، پلتفرمی داشت، منیفستی داشت، کار میکرد، حزب توده بود. غیر از اون بقیه حزب‌های فرمایشی بودن، دور هم جمع می‌شدن، پول می‌گرفتن که بیان و کاری نمی‌کردن، و طرز کارکرد حزبی یا جمعیت یا اپوزیسیون یا هر گروهی که بایستی به همدیگه کار بکنن نیاموخته بودن و هنوزم نمی‌دونن. من از سال 1981 منصوب شدم، انتخاب شدم که با تمام این اپوزیسیون‌های غیر از رضا پهلوی با همشون کار کنم، با همشون کار کردم، و بعد از 18 سال گزارشمو دادم. گفتم اینا هیچ چیز، جدن هیچ چیز بلد نیستن. دور هم جمع میشن، به به، چه چه، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خیلی خوشحالم که شما رو دیدیم. بله 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 بله، همینطوری که فرمایین درسته، بله بله، ولی یک سندار ارزشی در گفتارشون نبود. یعنی هیچ کس هیچ عقیده این نداشت چکار بکنه، کجا بره. همه اینها رعیت صفت بودن، شوخی نمی کنم، باور کنین. ملت ما هنوز رعیت صفته. دکترا داره، بله دکترا داره، پزشکه، قانونگذاره، ولی
رئیس صفته، ارباب لازم داره که بهش دستور بده پول بده این که بره کارش انجام بده بدون اینکه بفهم این کاری که میکنه خوبه یا بده. این وضعیت اپوزیسیون ماست. اپوزیسیون ما به نام واقعی اپوزیسیون نداریم، هنوزم نداریم. با تشکر از جناب آقای ساگینیان از برحال تعریف اپوزیسیون و اپوزیسیون راستین، همونطور که ما آشنایی داریم بین 1941 تا 1953 بود، بعد از رفتن رضا شاه بزرگ از ایران که یک 12 سالی برحال تحزب بود و روزنامه نگاری و روزنامه آزاد بود و افراد میتونستن اندیشه های خودشون رو آزادانه بیان بکنن، ولی ما از دوران مشروطه بیش از 100 سال میگذره و هنوز به اون تحزب و اون تشکل و آزادی اندیشه و حتی افرادی که در تبعید هستند، فرهیختگان در تبعید هنوز در رعب و وحشت و ارهاب میتونن به سر ببرن، به خاطر اینکه افرادی هستن اونها رو تحت فشار میزنن، چه خانواده اونها در خارج و داخل. ولی برگردیم به جناب آقای چمنارا که با آقای ساگینیان در رأس اندیشکده قانون اساسی قرار دادم. به هر حال دوستان عزیز، تا اونجایی که من میدونم 1500 نفر دعوت شده بودن برای این مضمون که بیان به واشنگتن و اپوزیسیونی باشه که بتونن با هم هماهنگی داشته باشن. از این 1500 نفر تا اونجایی که من درکم 80 نفر رسیدن و چگونه جناب آقای چمنارا این برنامه رو برای ما شما نتیجه گیری میکنید؟ بفرمایید. بله، بعد در پیرو فرمایشات آقای ساگینیان عرض کنم که در مورد اپوزیسیون اول به این بپردازم. مشکل اپوزیسیون همینه که همه دور هم جمع میشن و چون یک نقطه مشترک دارن و اون اپوزیسیون با جمهوری اسلامیه، حکومت جمهوری اسلامی، و این سرتاپا ایراد پذیره از هر کارشون که بگیرید قابلت، بنابراین حرف دارن برای هم بزنن و همه بشینن دور هم و بگن این بله اعدام کرد، این آزادی سلب کرد، این کار کرد، زندانی کرد، آبهای زیرزمینی از بین برد، کشاورزی از بین برد، این میشه نقطه مشترکشان، دور هم جمع میشن. مشکل اپوزیسیون اینه که همه میدونن که جمهوری اسلامی بده، ولی اون چیزی ره که میخوان نمیگن. اشکال سر اینه. اپوزیسیون ما الان همینطوری که آقای ساگینیان گفتن 18 سال 19 سال داریم دنبال همین هستیم که آقا اینه نمیخوایم. درست، اینه نمیخوایم، همه ما نمیخوایم، ولی چی ره میخوایم نمیگیم. و ما با آقای ساگینیان و چند تا دوست دیگرمون به یک نتیجه رسیدیم و اون اینه که تا زمانی که ما در مورد یک قانون اساسی با هم توافق نکنیم، اپوزیسیون همین هست که خواهد بود، به خاطر که توده کار خود چه میکنه، جبهه ملی کار خود چه میکنه، پهلوی طلب کار خود چه میکنه، جمهوری خواه کار خود چه میکنه، تجزیه طلب حرف خود چه میزنه، همه هم حرفا بدگویی از جمهوری اسلامی که همه ما اینه میدانیم، ولی یک قانون اساسی برای آینده رو نمیکنه. این از مسئله اپوزیسیون. در مورد این گرده همایی واشنگتن عرض میکنم خدمتتان که بنده مدت ها پیش به علت کار همین انوایرمنتالمون که با آقای ساگینیان در ارمنستان هستیم مشترکن و کاملا در جریانش هست، باید میرفتم به واشنگتن برای اون کار در حقیقت، و چون اون کار دست خودم بود که کی بتوانم سفیر این دوتا کشور ببینم، بنابراین از آقای دکتر جوان خواهش کردم که هر موقع این جلسه هست، اول قرار بود 29 اپریل بشه، بعد به من گفتن نه تمام افراد جمع میشن در 8-9 جون. بنابراین ما قرارامون گذاشتیم اونجا و 9 جون هم رفتیم اونجا. محتوای جلسه یعنی اون دعوتنامش عالی بود، یعنی شما تا اینه میدیدید میگفتید به به بریم بشینیم سر اپوزیسیون گوش بدیم به هم. و آقای نوریزاده حقیقتا کار خوبی، یعنی اینیشیشن خوبی کرده بودن، و جالب تر این که این بار افراد آمریکایی استخوانداری هم آمده بودن، مثل ریچارد سیکورت که معرف حضورتان هست، آقای جورج کیو، پا
پول وللی، اینها آمدن و یک آقایی که میخواست پولیتیشن بود در فلوریدا، اینا سخنرانان اول بودن که همه نشان میداد که خب حالا این اپوزیسیون هست، اونها هم همه به اصطلاح نمایندگان کاخ سفید هستن و ارتباط با آقای ترامپ دارن و میخوان بیان یک صحبتهایی بکنن. ما ایرانی ها وقتی صحبت بکنیم اونا حتما گزارش میدن به آقای ترامپ که بله اینها دور هم جمع شد. من از سخنرانان نبودم، ولی قبلا هم درخواست کرده بودم که بتوانم فقط یک دقیقه یا دو دقیقه صحبت بکنم. اونجا که جلسه شروع شد و همه این آمریکایی‌ها صحبت کردند، اول سخنرانان اول اونها بودند و آقای ستار هم آمده بود و سرود ای ایران خواند و همه لذت بردن از این حرف و آمریکا صحبت کردن، من فورا رفتم به آقای نوریزاده گفتم آقای نوریزاده میتوانم منم یک دقیقه صحبت بکنم، اگرم اجازه بدید دو دقیقه، ولی اگر نه یک دقیقه. ایشان گفتن در مورد چی میخوای صحبت بکنی؟ گفتم آقای نوریزاده شما که بهتر میدانید، من در الان 20 ساله دارم میگم قانون اساسی، یعنی ایده اصلا من نمیشناسن، سهراب چمنارا میگن آقای قانون اساسی به من. گفت آخه اینها همه نوبت گرفتند و اینها. گفتم خب هر که میاد 15 دقیقه صحبت میکنه، بنده یه دقیقه صحبت میکنم در مورد. به هر حال فرصت به من داده نشد که صحبت میکنم، ولی اصلا با وجودی که سخنران اول آقای دکتر بهرامیان بود و حرفاش هم بسیار منطقی و خوب و اینها، بعد آمریکا صحبت کردن، بعد ما رفتیم یک چند تا آقایان فدرالیستای شناخته شده که اصلا حرف از ایران و اپوزیسیون اینها نبود. یک بابای آمده بود حرف از عربستان میزد، میگفت آقا همه نفت ایران از عربستان میاد، ما میگفتیم منظورش از عربستان چیه؟ نگو خوزستان منظورش عربستان میاد. و بعد این ما خودمان در بدبختی هستیم که اصلا یه عده شروع کردن به اعتراض کردن، آقای اکمل، آقای آوار، آقای بهرامیان جلسه را ترک کردن وقتی دیدن این سخنران اینطوره. بعد آقا آمد از کومله صحبت کرد، خب البته تمام انحرافی صحبت کردن، به صورتی که به جای اینکه در مورد یونیتی در صحبت کردن، اصلا همه از جدایی و این چیزا صحبت میکردن. بعد یه آقای از بلوچستان، من نمیشناسم اینا چی، از پان بلوچ رو نمیدونم، دولت بلوچستان، خلاصه یه آقای هم آمد از دولت ایلامیان فدرال و اینها صحبت کردن، که واقعا از اون 80 نفری که شما میفرمایید حدوداً شاید بگم 30 نفر جلسه رو ترک کردن، یه عده زیادی هم اعتراض کردن. و فکر میکنم تمام اون زحماتی که آقای نوریزاده کشیده بودن و این افراد بیارن که صحبت بکنن به این علت یه خورده خراب شد، ولی خداوند با خداوند، حالا چه بگم، اجداد آقای کلهر غرق رحمت بکنه که آقای کوروش کلهر به مدت چند دقیقه بالاخره با اون شخصیت بالایی که دارن توانستن صحبت بکنن و این مسئله فدرالیسم کاملا توضیح دادن، که یک ویدیوش هم امروز من در فیسبوکم گذاشتم. به هر حال جلسه ای که باعث شده، یعنی به عنوان این بود که میخوایم اینا رو یونیتی ایجاد بکنیم، در حقیقت تبدیل شد به سخنرانی چند نفر فدرالیست و بحثی که در اونجا نبود اصلا از این یونیتی احزاب و اینا باشد. البته طرفداران شاهزاده هم آمدن یک صحبت هایی کردن که اونم خوب بود. این خلاصه این داستان است و ما هم فقط شنونده بودیم اونجا. به هر حال صحبت از این میشه به اون به چگونه میتونیم اپوزیسیون راستین از اپوزیسیون غیر راستین تشخیص بدیم، و اینه که آیا سعی بر یونیتی دارن و پیوند و پیوستگی با همدیگه دارن و برای اتحاد و یگانگی عمل میکنن، یا اینکه سعی بر تخریب یکدیگر دارن. یک. دوم از این اصل بر اینه که به هر حال افرادی هستن که دو تابعیتی هستن، یعنی که تابعیت خارج از کشور رو دارن، و همینی که وارد سفارت
جمهوری اسلامی میشن در هر جای دنیا، یک فرم امنیتی رو باید پر بکنن برای اینکه بتونن از این طریق برن ایران رو و برگردن، حالا بیزنس داشته باشن یا بیزنس نداشته باشن. همین که این فرم رو پر میکنن به هر حال یعنی آمادگی همکاری هستن در رفت و برگشت و غیره، و آنچه که اینها در مصاحبه میگذرونن برای کسی به هر حال نمیتونه آشکار باشه چه میگذره و چه مسائلی مطرح هست. البته همه رو ما نمیتونیم تر و خشک رو با هم نمیسوزانن، ولی با وجود این افرادی هستن در حال حاضر خارج از کشور که اپوزیسیون رو سعی بر تخریب اون دارن. جناب آقای ساگینیان، به هر حال آنچه که مطرح شده به چه گونه شما میتونید نتیجه گیری کنید از آنچه که جناب آقای چمنارا فرمودن از نظر نقطه نظر به هر حال افرادی که در اپوزیسیون هنوز که هنوز اون فرهنگ گفتمان رو کسب نکردن با وجود 40 یا 50 ساله که در خارج از کشور در کشورهای دموکراسی زندگی میکنن؟ بفهمید. به اون چه که آقای چمنالا گفتن یه دقیقه توجه بکنید. در تمام هر کاری که انجام میگیره موضوع اصلی برداشته، نتیجه، عوده اون چه اتفاق افتاده، عوده اونه که چی هست، چی شد. از فقط گفتاری که شد آقای چمنالا چندان برداشته خوبی از تمام اون چی که گذشت در واشنگتن نداشتن، بیشترش منفی بود. اما یک گروهی مطمئن هستم برداشت بسیار کامل و درست و به جا به دست آورد، به اون گروه امریکایی ها بود. امریکایی طرز فکرش، اندیشش، نزدیک شدنش من مسائل از یک دیدگاه جداگانه است و طور دیگه این نگاه میکنه به همه چی. من اگر جای امریکایی بودم که بیشتر زندگی فنیم اینطوری بوده، با امریکایی ها بودم، پرگماتیست یعنی کسی که با زیبایی و اینا کاری نداره، واقعیت رو نگاه میکنه که واقعیت چی هست و چکار میکنه. خیلی پرگماتیست به این صورت نگاه میکنه که یه دهی جمع شدن، بنا بود 1000 خورده‌ای نفر بیان، فقط 80 خورده‌ای نفر اومدن و این 80 خورده‌ای نفر با همدیگه توافق ندارن، هر کسی سوار خر خودشه و به طرفی که خودش میخواد بره بده، و هم دیگه اتحاد ندارن، هم فکری ندارن، هم اندیشگی ندارن، هم هدف یگانه ندارن، از هم جدا، یک پارچه نیستن. با یه همچین گزارشی که اینها به کاخ سفید خواهند داد، تمامی این سازمان اپوزیسیون ارزشش هیچ میشه، یعنی هیچ ارزشی نداره. اپوزیسیون نمیتونه با هم دیگه نه صحبت بکنه، نه موضوعی رو بحث بکنه و نه به نتیجه برسه. با یه همچین اپوزیسیون هیچ کاری نمیشه کرد. ما هنوز خیلی راه داریم. شوربختانه بیشتر ملت ما از اون زمانی که به دنیا اومدن بزرگ شدن زیر این طرز فکر و غیر از این زبان دیگه ای بلد نیستن، و چند موضوعی است که براشون مهمتر از همه چیزه: احترام، سن، منزلت، شهرت. این موضوع ها اصلا مربوط به موضوع سیاسی نمیشه، اصلا یک موضوع دیگه است، شخصیه. موضوع شخصیت های هر کدوم از این هاست که هیچ کدوم حاضر نیستن به هیچ وقت بگن آقا گفتار تا یه خورده بهتر تمیزتر بگو تا بفهمم چی میگه. هرگز این کارو نمیتونه بکنه، چون که اگر بگه که نفهمیدم بگو که بفهمم، خودشو پایین آورده و حاضر نیست این کارو بکنه. ما هنوز طرز صحبت کرده با هم دیگه رو یاد نگرفتیم. دستور دهنده هستیم، دستور گیرنده نیستیم. یک کسی بایستی اول بیاموزه که اگر کسی رو دید که ازش، کسانی که یک زمانی در گودهای زورخانه کار میکردن یه موضوعی یاد گرفته بودن و اصطلاح بود که از خودش پهلوان تر میدید لونگ مینداخت. این لونگ انداختن یعنی تسلیم شدن، یعنی من به اندازه تو نمیفهمم، به من یاد بده بیاموزم.
ما این رو هنوز نیاموختیم. هرگز موقعی که صحبت میکنیم میگه من گفتم، ما گفتیم. کی هستی؟ چند نفر هستی که میگی ما گفتیم؟ ما یعنی چه؟ با گفت به کار بردن واژه ما خودمون رو گول میزنیم و از گروه جدا میکنیم. این وضعیت ماست و اپوزیسیون به صورت اپوزیسیون که کارایی داشته باشه نداره، هنوز نداره. به هر حال صحبت از فرهنگ گفتمان شد، به چگونه ما میتونیم با همدیگه گفتگو و رابطه ایجاد بکنیم و اینی که بتونیم به یک اتحاد کامل برسیم، در حالا چه در براندازی باشه یا تغییر و تحولاتی که باید در خود جامعه ایرانی به هر حال ساختارش از زیر ساختش برای یک دموکراسی برمیگردیم به جناب آقای چمنارا. به چه گونه ما میتونیم این زیرساخت دموکراسی رو که به هر حال یکی از اونها نه فقط قانون اساسیه که ما درشه تحرید در باشیم که مجلس مؤسسان برای اون تصمیم گرفته باشه، که حقوقدانان، جامعه شناسان و برگزیدگان و همینطور فرهیختگان سعی بر این داشته باشن در یک مجمع عمومی اون رو به تصویب برسونن، در مرحله دوم این هستش که چگونه ما میتونیم تحقق بیابه اون قانون اساسی که در اصل حقوق انسانی در اون حفظ بشه. ولی وقتی که یک نوشتار هست و بس و هنوز اون فرهنگ گفتمان رو ما نداریم برای زیربنای یک جامعه دموکراسی، به چگونه ما میتونیم عمل کنیم؟ جناب چمنارا، چگونه ما میتونیم اون فرهنگ گفتمان رو از این طریق ایجاد بکنیم؟ یعنی قانون اساسی بذاریم کنار، از حقوق انسانی ما صحبت میکنیم و آزاد اندیشه و غیره، که بتونیم محترمانه گفتگوی خودمون رو داشته باشیم، گفتمان خودمون رو داشته باشیم و عقاید همدیگه بیایم با وجود مخالفت احترام بگذاریم و یک جوی رو ایجاد بکنیم برای دموکراسی فردا. کوتاه بفرمایید. عرض کنم قانون اساسی نمیتونیم کنار بذاریم. حالا عرض میکنم خدمتتون چرا؟ به خاطری که تمام صحبت‌های اپوزیسیون فقط در مورد گذشته است، که آقا رضا شاه چطوری بوده، کریم کوروش کبیر چطوری بوده، شاهنشاه آریامهر چطوری بوده و اینها چطوری بودن، رفسنجانی چه کار می‌کرده، خاتمی چه کار می‌کرده، همش این. هر چه ما می‌خوایم بگیم که آقا گذشته رفت، نه اینکه فراموش بکنید، از گذشته درس بگیرید و بیایید بگید برای آینده چه کار باید بکنید. اگر ما توانستیم فرهنگی در بیان ایرانی‌های اپوزیسیون به وجود بیاریم که اینها فقط و فقط در مورد آینده صحبت بکنن، در اون موقع مسئله ما حله. یعنی چه باید کرد جواب بدیم، یعنی نه اینکه چه شد، چه باید کرد، اینه نمیخوایم. ولی اون چیزی رو که میخوایم اون چیه؟ اگر توانستیم افکارمان روی این تمرکز بدیم و اونم همینطوره، حالا شما میگین قانون اساسی ولش کن، همینه. باید اپوزیسیون یاد بگیره که با هم در مورد یک قانون اساسی توافق بکنه. در همین مملکت آمریکا و در همون اسرائیل شما میبینید که افرادی هستن با وجودی که همه اسرائیلی هستن، ولی شاید اینها اگر که ولشان بکنه، اگر قانون اساسی اسرائیل نباشه و قانون اساسی آمریکا نباشه، اینا از همین اپوزیسیون ایرانی ها بدتر هستن. اینها چاقو تو شکم هم میکنن اگر بلشان بکنی. ولی چیزی که آمریکای متمدن و اسرائیل متمدن با هم باعث میشه که افرادی که با اختلاف عقیده های مختلف هستن، دست راستی هستن، دست چپ هست، ریپابلیکن هست، دموکرات هست، حتی کوکاس کلان هست، ریسیست هست، با لفت وینگ نمیدونم بلک پنتر میتونن اینها با هم بشینن در مجلس سنا توافق بکنن برای آینده آمریکا صحبت بکنن، این قانون اساسیه. بنابراین شما نمیتوانید به من بگید فعلا قانون اساسی کنار بذاره. تنها راه نجات این اپوزیسیون اینه که اینها بتوانن در مورد یه قانون اساسی، حالا اسمش هر چی میذارید، نظامنامه آینده مملکت، هر چی میذارید، این تنها راه حلی است که به عقیده من میتوانیم
ایران نجات بدیم. آنچه که مطرح شد به هر حال از یک طرف قانونمندی و قانون اساسی که پیشنویس بشه یا اینکه در مجلس مؤسس مورد تصویب قرار بگیره، آنچه که در حال حاضر مطرحه و اون اینی که چگونه ما اون فرهنگ گفتمان رو بتونیم ایجاد بکنیم که یک سرمنشای میشه برای زیر ساخت بر حال نظام دموکراسی در آینده ایران. مختصر اگر بفرمایید جناب آقای ساگینیان نتیجه گیری بکنید، آیا ما راهکارهایی برای رسیدن به اون فرهنگ گفتمان داریم، فقط نوشتاری نباشه بلکه بتونیم عقاید خودمون رو ارائه بدیم بدون اینکه هیچ ترس و واهمی داشته باشیم و با احترام متقابل و برای رسیدن به یه توافق و اون توافق امنیت ملی کشور هست بر روی منافع ملی؟ بفهمید. در پاسخ به این سوال از دو طریق نزدیک میشن. یکی اگر بیاییم و به جای واژه قانون اساسی که بعضیا تا اندازه حساسیت دارن یه واژه دیگه به کار ببریم، گوادیس، کجا میروی؟ چون بازم همون سواله، پرسش همونه، فقط واژه ها عوض شد. گوادیس کجا میری؟ اگر ما هنوز تصمیم نگرفتیم کجا میخواییم بریم، آواره هستیم. بایستی تصمیم بگیریم کجا میخواییم بریم، کجا رو بایستی تعریفش بکنیم، وگرنه بگیم که میخوام یه جایی برم، کجا، کجاست، چطوریه، چطوری ساخته شده. تمام این چطوریست، کجاست، اینها ساختار اون جایی رو تعریف میکنه که چی هست. حالا اونو میخواییم بگیم کوبادیس کجا میروی یا قانون اساسی، هر طوری اون فرق میکنه، ولی موضوع اینه که هدف بایستی مشخص باشه. موضوع دوم، موضوع اینه که چگونه با هم دیگه گفتمان داشته باشیم. در امریکا دست چندین دستگاه میشناسم که مردم رو برای این کار تربیت میکنن. یکی از داده تمام دنیا مشهوره، Toastmasters International، این اسم سازمانه. Toastmasters کسانی هستند که یک جمعی رو اداره میکنن، یک در مهمانی اداره میکنن مهمانی رو با سخنرانیشون، دعوت کردن مردم که بیان این کارو بکنن. در زبان ارمنی و در زبان ترکی برای این کار یه اسمی هست، تامادا میگن بهشون. تامادا کسیست که اداره میکنه، به زبان انگلیسی میشه Toastmasters. سازمان Toastmasters International هفته یک بار یا دو هفته یک بار هر گروهی دوره هم جمع میشن، یک برای یک موضوعی شروع میکنن صحبت کردن و در اینجا می آموزن، از دبستان شروع کرده تا آخر عمرشون این کار رو می کنن. آموختن چطوری دور هم جمع بشن، با هم دیگه مخالف هستن، بله مخالف هستن، ولی به سر و کله هم دیگه نمی زنن، اجازه می دن هر کسی حرف خودش رو بزنه، بعد با میشن مخالفش صحبت می کنن، نتیجه گیری می کنن. کتک کاری نمی شه، چاقو کشی نمی شه، بدو بیراه گفتن نمی شه، ولی کارشون رو می کنن. این چیزیست که ما نداشتیم در ایران. دست کم من در 22 سالی که در ایران زندگی کردم یه همچی چیزی ندیدم، هرگز ندیدم، نه در دبیرستان، نه در دبستان، نه در خانواده، نه در اجتماع نبود. حالا این رو چطور میشه این کار کرد؟ بایستی هسته هایی شروع بشه. 19 سال کوشش میکنم در امریکا یه همچین هسته هایی در لس‌آنجلس درست بکنم که ملت ما دور هم جمع شدن و شروع کردن یاد گرفتن. این از دو راه آغاز کردم، یکی Toastmasters برای ایرانی ها، ارمنی های لس‌آنجلس درست بکنم، نشد. یکی دیگه اومدم یه سازمانی به صورت سازمان اجتماعی یا حتی سیاسی شروع کنم. تمام برنامه ریزی همه چی رو کردم، تا حالا هم هنوز نشد. ملت ما نمیتونه بفهمه. آقا میگه که من نمیفهمم که بیام اونجا تا کی هستی به من درس بدی. یاد با یه همچین روحیه‌ای، با همچین طرز فکری با مردم نمیشه صحبت کرد. اینو چطوری میشه آغاز کرد؟ از اون زمانی که اولین کلاس وارد مدرسه میشیم دبستان،
می بایسته یه همچین چیزی در دبستان شروع می شد. اگر در خانواده هم شروع نشد در دبستان می بایسته شروع می شد. این هرگز جزو برنامه های ما نبود. به ما هیچی درس ندادن. اون چند که درس دادن ما بیشتر شو حفظ کردیم، نفهمیدیم. رفته کلاس جبر نشسته x مساوی با y، میدونی جای x مساوی با y معنیش چیه؟ نمیدونه معنیش چیه. به چه دردم میخوره که اینه حفظ کردی x مساوی با y، نمیدونی معنیش چیه هست یا هر چیزی به این صورت. تمام حفظی بوده، نه فهمی. و موقعی که مغز نمیفهمه ما آواره هستیم، ما نمیتونیم با هم دیگه راحت صحبت بکنیم و افکار ما هم دیگه بگیریم و بدیم و بستونیم. با تشکر از جناب آقای سازینیان و آقای چمنان که امروز در میزگرد پادیوان با ما بودن و آنچه که مطرح شد در باب جدن اپوزیسیونی که دعوت شده بودن به فراخوان به جورج واشنگتن که درباره آینده ایران صحبت کنند، که اینجور که معلومه از 1500 نفر فقط یک بیستم اون رسیدن، 75 تا 80 نفر، و به توافقی میباید برسن در یک متن واحد نتونستن برسن. به امید برنامه بعدی پاینده ایران، با تشکر از دوستان عزیز که در برنامه ها شرکت کردند. خدا حافظشون. خیلی متشکرم. به امید دیدار.